السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوجه به موضوع بحثمون که بحث شکر هست و پروردگار وعده داده به شاکرین و شکرگزاران به مزید نعمت و فزونی آن و هشدار و انذار داده به ناسپاسان به زوال نعمت. این یک بخشی از بحث شکر خواهد بود، ولی از جهت این که عزیزان مستحضر هستید، دیروز شاهد رخداد و یا بهتر بگیم زلزله‌ای بودیم، جا داره در رابطه با این پدیده مصیبت زا کمی تأمل و تفکر داشته باشیم، چون پیامبر علیه الصلاه و السلام از کنار رخدادها هر چند هم به صورت طبیعی هم به نظر می رسید، با دعا و پناه جستن به الله جل شأنه و تفکر در اون می گذشتن. حتی بادی که می وزید پیامبر علیه الصلاه و السلام دعای خاصی رو می خوندن تا برسه به این زلزله‌ای که در خود پیام‌هایی دارد. اینه که پیام‌ها و هشدارهای این زلزله را انشاءالله امشب پیگیری خواهیم کرد. نکته اول اینه که خود این هشدار و انذار که زنگ خطری هم برای ماها بود به ما میفهماند دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم با همه فرصتها و نعمتها و امکانات اون یک نواخ نیست، چون گهگاهی گرچه همه ماها حالا یا شنیدیم یا خیلی وقتا دیدیم برای خود فرد یا افراد یا یک جامعه و جوامع بشری پیش اومده و پیش میاد که همیشه انسان‌ها در یک حالت نیستن، همیشه در یک وضعیت به سر نمیبرن، ولی گهگاهی به لحاظ تکرار نعمت فراموش میشود قضیه، حتی تا جایی که آدم یه وقتی مرگ هم فراموش میکند. یه وقتی انسان مرگی که حتمی است باز هم از یاد میبرد. به همین جهت تکرار نعمت و فرصتها انسان تصور میکند و یا بگیم بهتر عادت میکند به اون نعمت، به فکر این که این نعمت ادامه دارد، گویا در اختیار خود انسان هست به هر نحوی که بخواد از اون استفاده بکند. اما این زلزله و زلزله هایی که میشنویم و میاد یا پدیده های دیگر، طوفانی است، سیل است، بادهاست، این پدیده ها به ما هشدار میدهد که ای انسان، اونم انسان مؤمن، بدان که دنیا یک رنگ و یک نواخ نیست، در حال دگرگونی و تغییر است. همیشه این امکانات و فرصت هایی که در اختیار دارید در اختیارت نمیماند. به همین جهت پیامبر علیه الصلاه و السلام تشویق و ترغیب نمودن تا فرصت ها در اختیار دارید غنیمت بشمار، فرصت جوانی، توان، فراغت، سلامتی و تندرستی، جوانی، خود عمر، این فرصت ها تا زمانی که در اختیارت هست غنیمت بشمار، کمال استفاده از اون ببر و اینگونه بیندیش و حریص باش بر حفظ اون که این فرصت ها آنی است، گهی هست،
گهی از چنگ ما بیرون خواهد رفت تا در اختیار داریم کمال استفاده از اونها ببریم. پس اینه که زلزله اینو به ما فهموند که یه وقتی همچه حوادث و رخدادهایی در پیش است که میتونه فرصتها رو بگیره، امنیت رو بگیره، یه وقتی سلامتی رو بگیره، مال و ثروت، خونه و زندگی، و یک وقتی فرصت اصلی که خود حیات و زندگی باشه از انسانها بگیرد و در یک لحظه و چشم هم زدن انسان رو راهی و رهسپار دیار آخرت بکند. این یکی از پیام خود زلزله هست. همچنین قدردان نعمت ها باشیم. خیلی وقت آدم تا نعمت در اختیار داره احساس به نعمت نمی کند و همیشه فقط اون کمبودها و اون نواقصی که در زندگی می بیند به اون نواقص و کمبودها و کموکاست ها احساس می کند. اون نعمت هایی که شب و روز از اون بهرمنده فراموش می کند. این طبع انسانه. اگر زلزله میاد در یک لحظاتی اون امنیت و آرامشی که انسانها داشتن شب اون روز اون با کمال راحتی و آرامش از اون امکانات و نعمتها از خوردن، نوشیدن، خوابیدن، منزل و مأوا و مسکنی که ولو هر قد هم ضعیف باشد خیلی راحت استفاده می کردیم در گرما، در سرما، از اون امکانات خنک کننده و ادوات و ابزاری که الله جل شأنه در اختیارمون قرار داده بهرمندیم، اما به حسابش نمی آوریم. فقط کم و کاست ها شکوه داریم، گلایه می کنیم که نداریم، گرفتاریم. اما وقتی زلزله میاد و نعمت امنیت و آرامش رو از ما سلب می کند که انسان راضیست در همون کلبه درویشیش که تا دیروز از اون مینالید راحت بگیره بخوابه، یک شبان روز تو این هوای گرم اگر خدای نکرده این نعمت و این کلبه و این مسکن ولو ساده هم باشد از ما گرفته شود که خدای نکرده ما در چادری زندگی بکنیم با زن و بچه تو این هوای گرم، آیا انسان میتونه واقعا راحتی داشته باشه؟ اینه که فراموش میشود نعمت ها. وقتی همچه پدیده میاد استثنائی انسان پی میبرد که نخیر، این نعمت هایی که من دارم به حساب نمیارم، این همه ازش گلمندم، واقعا نعمت عظیمی است. چقدر سخت و دشوار است. خب ما الان تو همین زلزله دیروز برخی از روستاها بلخص روستای گربدان آسیب جدی دیدن، دارن تو چادر زندگی میکنن تو این هوای گرم. حتی امروز که روز اول بود یا دیروز حالا و امروز خیلی هاشون زیر درخت ها داشتن همینطوری بدون چادر حتی به سر می بردن. خب چقدر سخته بچه، طفل شیرخوار تو این هوای گرم تا اینکه اسکان داده بشن، چادری بهشون داده بشه، خب مدت میبره. بیان بعد مثلا از اون وسایل خنک کننده شون کلرشون بیارن جابجا بکنن. اینه که مشکلات فراوان و عدیده ایست. ما همه از یاد برده این که هر لحظه ای که میگذره ما با آرامش میخوابیم، از این خونه و مسکنمون داریم استفاده میکنیم، نعمت عظیمی در اختیار داریم که قدرش نمیدونستیم. اینه که خود این زلزله اینو به ما میفهمونه که واقعا چه نعمت عظیمی که آدم بخوابه با کمال آرامش. حالا اونجاهایی که مردم گرفتار جنگن دیگه، اون ناامنی جنگی دیگه خیلی خطرناکتره. حالا یه وقتی آدم تو چادر میخوابه میگه خب زلزله بیاد دیگه زیر سقف نیست که آوار برش پایین بیاد، ولی وقتی جنگی در میگیرد دیگه براش مهم نیست که تو خونه باشید، تو چادر باشید، تو دشت و بیابون باشید، هر کجا برید احساس ناامنی است. پس امنیت نعمت بسیار عظیمی است که هر لحظه‌ای که میگذرد، وقتی الله جل شأنه میفرمایند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، معناش همینه، نعمت امنیت. انسان خورد و نوش او ولو هم خیلی درویشی به قول معروف باشه، همون نون شب مسکینی که داره، ولی چون امنیت داره همون نان براش واقعا بهترین غذاست. ولی اگر نعمت امنیت گرفته بشود، هر قد اون غذاها و طعامهای خوشمزه رنگارنگ به انسان بیارن، زهر مار است به قول معروف.